امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. زندگی رو دشمن خودت کردی و این جنگی که هیچ وقت پیروزش نمیشی. میتونی ما رو بکشی ولی نمیتونی امید رو بکشی. نمیتونم؟ اوه لورد سارفنگ، چرخی ما چرخی از نفرته. اتحادها شکل گرفتند و شکستن. ما بهای سهیم بودن این دنیا رو دادیم و فراموش کردیم چه چیزی ما رو قدرتمند می سازه. چه کار می کنی؟ اون آخرین دسته یه سرباز است. به صف بشید، با هم پیش برید. لوز را نزان ما خواهد شد. نبرد برای آزروت و گزینه یه سابسکرایب رو بزنین. ما بیرحمان کورکورانه میکشن و غارت میکن. زمینای انگلستانو میخوام. یه مشت وحشی بی خدا.
سرزمینی که هیچ وقت ازش دفاع نخواهند کرد و دوستش نخواهند داشت. زمانش فرا رسیده تا اونجور که میفهمن باهاشون صحبت کنم. این داستان داره به سرعت متحول میشه، پس لطفاً با ما همراه باشید. هنوز نمیدونم علت وقوع این حادثه چی میتونه باشه. صداش واقعاً بلند بود، داشت دود میومد. ما دقیق کشته ها و زخمی ها تا چند ساعت دیگر به دست نمیخواهد رسید. الان تایید میشه که میلیاردر هایگت میوان بروس وین. ما هنوز منتظر اطلاع. به نظر میرسه که از زیر آبار یک جسد پیدا شده. اخبار بین المللی گویه اینه که انفجاری مهیب شهر گاتامو به لرزه در آورده. ظاهرا قسمت عمده ساختمون فرو آمار دقیق کشته ها و زخمی ها تا چند ساعت دیگر به دست میرسه. اگه دارین اینو میبینین یعنی من مردم. گاتام بیشتر از هر وقت دیگه به محافظت نیاز داره. من برج ناموس رو به عنوان پایگاه عملیات براتون باقی میذارم. این کد سیاهه. مردم نمیتونن روی اداره پلیس حساب کنن. از وقتی جیم مرده مردم به پلیس ها اعتماد ندارن. یه سری از فناوری های اونجا قدیمیه، ولی وسایل و پرونده هایی که لازم دارین اونجا هست. همیشه وقتی بهتون نیاز داشتن همامو داشتین. وقتی این پیام به دستتون برسه غار و تمام چیزای داخلش نابود میشن. هممون میدونیم طولی نمیکشه که جنایتکار یه گاتام بفهمن بتمن مرده. میدونم که گاتامو هم نگه میدارین. موفق باشین و خدا نگهدار. شوالیه های گاتام. هرچی بیشتر سب کنی آسیب بیشتری وارد میکنی. اون ازت متنفر میشه و ممکنه برای همیشه دستش بدی. بعدی توی سرتو میزنم. اگر اون پاسخ ها منجر به جنگ با آسگارد بشه چی؟ شاید این همون چیزیه که مادر میخواست. تو نمیتونی مادر چی میخواست. اختاره تموم میشه. پیشگویی میگفت که رکناروک به زودی میرسه. من اجازه نمیدم که با خدایان درگیر بشه. ببین من نمیخوام به جنگم، فقط دنبال جوابم. خب این قیافه لجوج رو هر جا ببینم میشناسم. جنگ دارم. داستان من با مخفی شدن توی این جنگل تموم نمیشه. باید برم اون بیرون تا بفهمم کی هستم، تا بفهمم که لوکی کیه. اودین کلی حقه تو آسینش داره که ما جرأت فکر کردم بهشونم نداریم. اگه یکی باشه که بتونه کمکمون کنه چی؟ جنگ تنها راه نیست. فقط یه لحظه مثل پدر فکر نکنم، مثل یه جنرال فکر کنم. نه این یه بیماری عادی نیست. ذات حقیقی این بچه و ذات خودت داره از درون باهاش مبارزه میکنه. میتونی موجودی به اون بزرگی رو بکشی؟ خدای جنگ رگناروک.